سلسله‌های اجتماعی ما کدامند و چه نقشی دارند؟ قسمت دوم. در قسمت پیشین با مفهوم گسل‌های اجتماعی آشنا شدیم. به طور خلاصه و برای یادآوری، گسل‌های اجتماعی حاصل تداوم و تعمیق تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی هستند که به طور تاریخی و ساختارمند در اجتماع وجود دارند و اگر برای التیام و ترمیم این نابرابری‌ها اقدامی متناسب در جهت کاهش و رفع این تبعیض‌ها نشود، آنها تبدیل به گسل‌های عمیق و به سختی ترمیم پذیر می شود. گفتیم که با تعمیق گسل‌های اجتماعی، اعضای این گسل‌ها فقط به مخالفت خود با حکومت و نظام سیاسی بسنده نمی کنند و تنها با آن مبارزه نمی کنند، بلکه به تدریج بقیه اعضای اجتماع را در به وجود آمدن و تعمیق تبعیض‌هایی که از آن رنج می برند مقصر می دانند و ریشه این نابرابری‌ها را در نهایت در برتری جویی و استفاده از رانت و تبعیض دیگر اعضای اجتماع نسبت به اعضای خود می‌بینند. البته تا حدود زیادی این برآورد آنان صحیح است و هیچ تبعیض اجتماعی فقط ناشی از سیاست‌های حاکمان نیست و تبعیض‌ها و نابرابری‌ها ریشه اجتماعی و تاریخی نیز دارند. مثلا در تبعیض‌های اقتصادی و معیشتی، آزمندی و سودجویی دهک‌های بالای یک جامعه نسبت به اقشار و طبقات فرودست عامل اصلی بوده و در تبعیض نسبت به زنان، برتری‌جویی مردان آن جامعه و رفتارشان با زنان عاملی تعیین کننده است. تبعیض که در درون این گسل‌ها برای خلاصی از نابرابری‌ها فعالیت و چاره اندیشی می شود. فعالین زن می پرسند که چه کنیم که به حقوق خود دست یابیم. فعالان کارگری و مزدبگیران، بازنشستگان و بیکاران و کارمندان نیز همین اندیشه را تعقیب می نمایند. عده‌ای از فعالان گسل‌ها به علل عمیق‌تر اجتماعی و فرهنگی و تاریخی وجود این تبعیض‌ها می پردازند و سیاست موجود و حاکمیت و نظام سیاسی را هم برآمد و محصول و عامل تعمیق و استمرار این تبعیض‌ها به شمار می‌آورند. آنها همواره بقیه افراد اجتماع را نیز در زمینه چنین تبعیضی در کلیت خود همکار و شریک حاکمیت می‌دانند و بقیه را نیز کم و بیش به یک اندازه مقصر می‌دانند. مبارزه با فرهنگ حاکم و ریشه های اجتماعی تبعیض نهادینه کاری لازم و شایسته است. اگر مبارزات زنان و کارگران و اتنیک تحت تبعیض در سراسر جهان وجود نداشت، دستاوردهای بشریت در این زمینه بسیار اندک می شد. آنها اعدام و تبعید و شکنجه و زندان را به جان خریدند تا توانستند وجدان انسانها را حساس نموده و مورد خطاب قرار دهند و آنها را متوجه زشتی این نابرابری ها بنمایند. هنگامی که در اجتماعی کوشش این فعالین مدنی نتواند جواب کافی از اجتماع بزرگتر بگیرد و عکس العمل متناسب را دریافت نکند، لاجرم تبدیل به خشم و کینه از اجتماع غالب می شود. این خشم و کینه راه مراوده فرهنگی را بین دو سر گسل ها می بندند و در درون یک ملت واحد با تعمیق گسل‌ها شبه جزیره‌هایی را به وجود می‌آورند که همدیگر را دشمن می‌دارند و انکار می‌کنند. با به وجود آمدن چنین مرحله‌ای از تعمیق گسل‌های اجتماعی، در درون هر گسل سعی می‌شود در برابر روایت تاریخی و فرهنگی موجود اجتماع غالب، روایتی جدید و مستقل برگرفته از منابع خودی ساخته و یا ایجاد شود. دیگر اغلب کوشندگان و فعالان سیاسی و مدنی درون این گسل‌ها به جای خطاب قرار دادن وجدان دیگران، سعی می‌کنند اعضای خود را متقاعد کنند که آنها منافع و تاریخ و سرگذشتشان چیز دیگری متفاوت با اجتماع غالب است و باید حساب خود را از آنان جدا کنند و به دنبال تعیین سرنوشت مجزای خود باشند. کار ممکن است به جایی برسد که همه ناگزیر به تن دادن به مصالحه
و یا ادامه مخاصمه باشد. از این مرحله به بعد فعالان سیاسی و مدنی درون چنین گسل‌هایی اصولاً مشارکت در سیاست مبارزاتی با نظام و همکاری با بقیه جامعه را مشروط به رسمیت یافتن چند خواسته اصلی خود از سوی اجتماع غالب و جریان‌های سیاسی و مدنی آن می‌کنند. آنان احزاب سراسری را معمولاً دوست خود نمی‌دانند و حساب خود را از آنان جدا می‌کنند، زیرا گفتمان احزاب و تشکل‌های سراسری را بخشی از گفتمان غالبی می‌یابند که خود مشغول مبارزه با آن می‌باشند. اگر همکاری هم به وجود آید، محدود و مشروط و همراه با خواست پذیرش شرایط مطالباتی آنان از سوی دیگران است. سیاست ورزی در چنین مجمع الجزایر تبعیض‌ها، گسل‌ها و بی‌اعتمادی‌ها و بدگمانی‌ها از هر دو سوی گسل‌های موجود مقتضیات و شرایط خود را دارد. مدیریت چنین فضایی بسیار با حالت جوامع معمولی و همگون متفاوت است و شرایط ویژه‌ای را دارد که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.